امروز یکی از مؤسسات خیریه کشور برای بیش از 225 خانواده بی‌سرپرست برخی لوازم خانه که شامل ماشین خیاطی، اتوی برقی و دیگر نیازمندی می شود را کمک کرد. برای 225 نفر از وارثین شهدا که تحت پوشش وزارت محترم کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین هست، مثل همکاری های گذشتهشان، امروزی مؤسسه خیریه یک مقدار مواد را برای 225 خانواده که از قبیل اوتو و ماشین خیاطی و اینا برای این خانواده کمک کرده. همچنان در سایر ولایت افغانستان برنامه های برای کمک دارند. پا دی کمکونو که در خیاطی و ماشین اوتو او دو اوتو میز ده در طول هاگو کورانه تا برکول که کمی چه سرپرست نلری بیوزل کورانه دی هاگوی در خپل جوان در خکول لپاره خپل ژوند پر مخ بیول لپاره او خپل فامیل ته د یو حلال نفقه پیدا کول لپاره. از سوی هم مسئولین وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین خواستار کمک های بیشتر نهادهای داخلی و خارجی به باشندگان فقیر کشور شدند. توقع داریم که سایر مؤسسات هم با الگو برداری از این مؤسسه کمک های بیشتری در بخش های مختلف برای این خانواده ها و برای وارثین شهدا انجام بدن. در این حال برخی افراد بی‌بضاعت این کمک ها را بسنده ندانسته خواهان افزایش کمک های نهادهای خیریه کشور شدند. همین چند سال باور کنم کمک های بی‌نظیر جهانی در این ملک مگم صورت گرفته، مگم مشکلات ورثه شهدا در تمام عرصه های مختلف زندگی مرفوع نگردیده و به حالت سابق خیش باقی مانده. شب ها ده ها طفل از وطن، طفل از ورثه شهیدش کم گرسن در خواب میره. ما بیوستیم بیوستیم، اما که وقت ما هیچ بر ما کمک نرسیده بود. دیگه این حال میخواییم که ما از طرف دولت، از طرف همین مؤسسات خیریه بر ما حتماً 100% بر ما همین مواد داده شد. این کمک ها در حال صورت میگیرد که هنوز هم بیشتر باشندگان کشور با فرق تنگ دستی، نبود سرپناه و عدم اشتغال زایی روبرو هستند و برخی آگاهان نیز به این باورند تا زمانی که حکومت افغانستان یک استراتژی جامع را برای حل بحران اقتصادی کشور روی دست نگیرند، امنیت در کشور تامین نخواهد شد.